ناراحت کننده است که در شیراز رخ داد یه تعداد پزشکی مشروب خوردن بعد میرسیم به بحثی خیلی جدیتر امشب که حالا اومدن و دوربین هایی که گذاشتن داستانشیه توی شیراز پزشکانی که مشروب خورده بودن یه تعدادشون مصموم شدن و یکیشون هم متاسفانه فوت کرده رسانه های انقلابی شروع کردن که آقا جان کجای کاری چرا شماها ها فشار نمی و اینایی که مشروب خوردن حالا تو بیمارستانن جوازشون اصلا جواز تبابتشون رو قطع کنید اینا یکیشون که آقای بذاریم اینو بزرگش کنم که بتونیم راحت ببینیم آقای حجت الاسلام موسوی ریاست دادگستری فارس گفته آیا پزشکان مصرف کننده یه مشروبات الکلی در شیراز تعذیر شرعی شده و پرونده تبابتشان باطل خواهد شد پانده ای مرسی بابت هستی که من نمیشه پی نوش چرایی سکوت کارگزاران دولت در فارس در حالی که اه, کوس رسوایی این به اصطلاح پزشکان شرابخار حالا فکر کنم شرابخار مثلا فوش شد جز فحاشی شده حالا امسان محرم شرابی رو دوباره بهتون تحمیل کردیم همه شراب خوردن بهتون میگیم شرابخوار فوش نیست در حالی که کوس رسوایی این به اصطلاح پزشکان شرابخوار در سراسر ایران اسلامی پیچیده ولی خبری از واکنش مدیران اصولگرا در استان فارس وجود ندارد هرچند انتظار داشتیم استان فارس که خود پزشک بوده استان استاندار فارس هرچند انتظار داشتیم استاندار فارس که خود پزشک بوده برای اعاده حیثیت جامعه پزشکی پیش قدم شده و خواستار اجرای حدود الهی من ششیدم به اون الهیتون تون شرعی یعنی شلاق بزنی هر دقیقه هفتاد ضربه شلاقه بر علیه این شرابخوران شود ولی در کمال تعجب شاهد سکوت مدیران استانی بوده ای. مدیرانی که حتی برای حفظ ظاهر حاضر به بلند کردن صدای اعتراض بر علیه این به اصطلاح پزشکان نبودن اصطلاح رفته سالها درس خونده پزشکه یه آدمی که تایش <تص> مثلا دیگه یه چیزایی شنیده از تبابت سنتی و اینا بعد هیچ تحصیلاتی نکرده کل شغلش هم در چارچوب آمر به معروف مزاحمت برای زنان ایران خلاصه میشه به پزشکان این مملکت میگه به اصطلاح پزشکان خدایا از زمین با آسمون میباره یا آمر به معروف به پزشکانه به تراز اولای پزشکان ایران میگه که به اصطلاح پزشکان باشه میگه این سکوت تاسفوار در حالی ادامه دارد که تنها تولید کنندگان مشروب دستگیر دستگیر تنها تولید مشروب دستگیر شده و پزشکان فرخیته بنا به گفته ریاست دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی جهرم پس از انجام معالجات پزشکی بر اثر بدمسی در کمال آرامش آزادی کامل به گذران زندگی میپردازند امیدوارم مدیران استانی و کشوری از فتنه بیهجابی درس گرفته درس عبرت گرفته و به دانن. سکوتشان در برابر بدمستی پزشکان بد پزشکان فرهیخته و عدم اجرای حدود الهی برای بر علیه چنین پزشکانی به طور قطع و یقین زمینه را برای عادیسازی مشروب خاری یکی دیگر از حرام های الهی مهیا خواهد نمود خب اوکی حالا این زراعی که اینا داشتن میزدن تا اینکه آقای شهبازی هم ورود کرد تو داستان و قضیه رو به صدا و سیما کشون. آره به صدا که سیما کشون بذارید این مردک شهبازی رو هم بیاریم دلقه کرفتو بزن ایزم یه نکته عجیبتر بعد یه نکته عجیبتر باز رئیس علوم پزشکی جهروم مهم. رئیس علوم پزشکی جهروم اومده پیام تسلیت داده واسه این پزشکی که به خاطر خوردن مشروب فوت شده حالا ما تصویر خود این پزشک رو نشون نمیدیم اسمش هم نمیگیم کاری هم نداریم باش. حالا اون بالاخره هر جوری فوت شده خودش میدونه خداش خانوادش ولی عزا حقم دارن خانوادش ناراحتن به خانوادش تسلیم ولی رئیس علوم پزشکی یه پیامی نوشته با طرف به خاطر خوردن مشروب مرده طرف به خاطر خوردن مشروب مرده. بعد پزشک بوده مشروب دست و نمیدونم خراب و چی چی خورده مرده بعد اصلا اون کیا چی اون پزشکای دیگه که الان مشروب اینجوری خوردن اینو خوبشان برمیگردن سر کار یعنی پروانه تبابتشون و اینا سری جاش برمیگرد آره آره نه قرار تو بری مردم رو تبابت کنی تو جهرم حرام لقمه جهرم که اولا هر کسی و قرار تو الان تو خود تهرانش ما پزشک کم داری بعدش قرار شما دلغکای بچه مذهبی برید مردم و دوا درمان کنید خب الان سری کار اینا دوباره قرار مردم رو درمان کنن نه نه تو باید بری درمان کنید دیگه آره با روغن بنفشه برید مردم کنید باشه اصلا حکم خدا من شاشیدم به خداد پیرن چارخونه ای این چارخونه رو نپوش دلغک حد اینا کشک دیگه چون میگه آقا حجاب میگن شما یک مثال بیار زمان پیغمبر امام علی اینا مثلا بی هجاب رو نمیدونم چیکار آقا مشروب خوره که دیگه حد زدن که بازیکن فوتبال نمیدونم هنرمند بازیگر اینا رو میگیرن مست و پاتیل بودو بودو همه میرن سند میذارن اینا رو در می آقا حکم خدا رو جاری کنید حد خدا رو جاری کنی ببینی این فضایی من اولا خیلی خوب... جالب بود تو وسط صحبتش گفتش که مشروب دستاز خوردن حالا خوشم اومد یعنی دستاز بعد صنعتی خوبه این اینش حداقل خوبه که فهمیدی که براندار آدم رو باید بخورن و یکی که این مشکل الان هست تو مملکت ما کلا اسلام که نمیتونه مشکل جلو هیچ مشکلی رو بگیره بر مشکلات میافزاید مثلا در خارج از کشور اومدن در... در... در, کشور اروپایی میگن آقا بهترین مشروب بخورید ما روش کار میکنیم بهترین متخصصان کار میکنن که مشروب باشه و اگه یکی هم زیاد خورد کور نشه فلان نشه دنی سرویس نشه و بررسی کردن که حالا که مردم مشروب میخوان حالا که مردم سیگار میکشن حالا که مردم یه سری کارا میکنن چیکار بکنیم که آسیب کم بشه حضرت نه تنها کاری نمیخوان بکنن که آسیب کم بشه تازه میخوان شلاقم بزنن به فردی که مشروب خورده حالش بد شده البته مشروب که ممنوع کردن به واسطه این شما مشروب میخوری یه ده خب مشروبات دستاز فلان سالم نیست یه ده کشته میشن این, این زیر نظر همین جریان حکومت اسلامی یعنی اینکه هر کسی به خاطر خوردن مشروب کشته میشه برگردن علی خاک برسره. امام اول شیعیان منظورم خاک برسر میگم یعنی امام اول شیعیان بر سر اون دیگه حکومتی که شما زیل خاندان بنی هاشم درست کردی باعث میشه که مشروب تو ایران آزاد نباشه کارخانه مشروب نداشته باشیم مشروب استاندارد نداشته باشیم جوون مردمی که میخواد مشروب بخوره کورشه بمیره اینا تو هم که بیشوری میگی چرا باید بخوره سوال اینه که چرا نباید بخوره میخواد حال کنه به تو چه تو از از نماز خوندن و از بازی و از چه میدونم رکوع استایل و اینجور چیزا که خب سالم مشروب که ولی شما با این کارتون باعث میشید که خب یه عده کشته بشن این این از اسلامتون ولی در کشورهای اروپایی میان و برند درست میکنن و کارخانه زیر نظر دولته اما در کنار این قضیه حالا که مشروب خوردن بعضی حالشون بد شده اونایی که نمردن تازه بدنشون ضعیفه تو میخوای هفتاد ضربه شلاق هم بهشون بزنی این مریضی دیگه میگه حدود الهی باید اجرا بشه دیگه حدود الهی باید اجرا بشه خاک تو سر اون الهت حالا هفتاد ضربه شلاق هم بزنی حالا فراتر از اینا این سری پزشک کرد پزشکایی هم هستن که تو منطقه همچین مثلا مرکز شهری هم نیستن و مناطق محرومی به منند مثلا جهرم هستن من اینا حالا پزشکان جهرم مشروبی خوردن حالا این مشروب سالم نبوده و خاک بر سر حکومت اسلامی که مشروب سالم دست بچه های مردم نمیده ای تو میخوای بگی که مشروب زیل نظر آقازادهات نیست شما از این مشروب شما ها پول در نمیادید از رانت مشروب خر خودتون دیگه نمیدونی مشروب کجا میفروشم من بهت میگم چارا استانبول همه میدونن همین الان هم شاید بچه ها میپرسیدم اون آقا چهار استانبول پر ساقیه خب چرا نمیری بگیریشون علی که زیل نظر آقا زادهات دیگه دیگه خر خودتی دیگه حالا اینا کاری نداریم بعد میگه که اینا رو بعد تبابتشون رو بگیریم تحت وقاحت داشته باشید تبابتشون رو بعد بگیریم <تصفح> اینقدر داره خدا شما بزنم به تخته تو حکومت اسلامی وقتی ما میگیم ناکارآمد است همینه دیگه مشکلی بر مشکلات بر مشکلات اجتماعی اضافه میکنه دوز را دست و پاشو قطع کن معلول به جامعه بده یه ده مشروب خوردن نه یا مشروب را آزاد کن زیل دولت قرار نده که مراقبت کنه از کارخانه های مشروب سازی به واسطه این مشروب دستساز میاد دست مردم میرسه یا کور میشن یا کچل میشن یا میمیرن اونایی هم که سالم موندن بعد شلاق بزن درنشون رو سرویس کن حالا اینجام که پزشکن شغلشون رو بگیر شغلشون رو بگیر یه ده بیکار به جامعه اضافه کن اینا هم که پزشکن که بیکار نمیمونن دو سوته میرن عمان در عمان دارن پزشکای ما رو جارو میزنن کارت به جایی رسیدی که دندان پزشک از افغانستان میخوای بیاری یعنی نگاه کن ناکارآمدی از اینجا نشات میگی دیگه این آقا این آقای مجری یه, یه زری میزنه تو صدا ما رو هوا آقا نمیخواید تبابتشون رو بگیرید نمیخواید حدود الهی رو اجرا کنی خب این دو تا کلمه عدل این دوتا کلمه شما نکنید زنجیر وار چه مشکلات اجتماعی به وجود میاد شلاقشون رو بزنی یارو زده میشه فلان میشه امکان داره زیر شلاق تشنج ما داشتیم آدمایی رو زیر شلاق تشنج گرفتن به مشکلات خوردن معلول شدن و افتادن رو دست جامعه داشتیم ما یعنی حداقل یکی از اینا رو من خودم خونهشون ماهواره نصب کردم برای مشروب خوردن شلاق زدن و یارو تو همون جوانی مشکلاتی پیدا کرده بود به الان بزرگ شده بود نمیتونست ازدواج کنه و سربار خانه شده بود 50 سالش هم بود ما رفتیم تو خونه تو خیابون بهار شم... بهار شمالی کوچه کوچه تبا کوچه تبا ما ماهواره اینا رو من اون موقع نصب کردم بعد بنده خدا وضعش این بود یعنی اینم از این داستان من حالا حالا مشکل بعدی ناکارآمدی بعدی میگه که تبابتشون رو نمیخواید بگیرید خب شیه احمق دیگه تبابت اینو بگیرن تو میخوای بری مثلا تو جهرم تبابت کنی مردمو یه مشروب خورده تبابتش رو بگیر باعث کمبود پزشک در ایران باش دوستان تمام مشکلات مملکت ما از اینجا یکی به میگه آقا نه مشکل اقتصادی حکومت مثلا توتالیتر حکومت دیکتاتوری ما مشکلمون اسلامه ببین کمبود پزشکمون از کجا میاد الان از همینجا مشکلات اجتماعیمون از کجا میاد از همینجا مشروب ممنوعه و الان معلولیت میاد مشکلات میاد استرس میاد و تازه الان پزشک هم دیگه تو جامعه میخواد کمبود بشه ولی که حضرات میخوان تبابت این پزشکان اونم تو مناطق محروم تو مناطق محروم و همین جوریه که اینا گن زدن بله بله این حضور الهی رو که برای آخون کافسات که اجرا نمیکنه با اون برخورد مؤمنانه است طرف زمین خاری میکنه زمین خاری میگن آقا برخورد مؤمنانه حدود الهی نداره زمین خاری اما شراب خاری این حدود الهی داره آقای کافزاد که میشه همین آقا نیمت توی صدا سیما یه موضع جدی چیزی آقا زمین خاری این چیز نداره حدود الهی نداره خاک تو سر الهت کنم پس شراب خاری حدود الهی داره چه گاویه این اللهت خیلی گاوه شراب که چیز خوشمزه یه به 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 اونم شراب شیراز نخوردی تالا خب خاک بر سرت که نخوردی <applause> قرمتون برم و این ای آدم مغزش اصلا سوت میکشه که میبینه که اینا چه سخنانی رو در میارن اصلا باور اما این این قضیه رو بزنیم کنار من فقط میخواستم بهتون بگم که زنجیروار مشکلات ما اسلامه از دل دو کلمه این حرف این آدم که آقا شلاق بزنیم تبابتشونو بگیریم دهها مشکلات اجتماعی برای کشور آورد مردم جهرم و محروم کرد از داشتن پزشک باعث کمبود پزشک در ایران شد احتمالا معلول بخواد به جامعه اضافه کنه و باعث فراری شدن پزشکان به کشور عمان بشه به خاطر چی به خاطر یه مشروب خیلی ممنون حمید عزیز اما